نامش سید سعید جلیلی چوب تراش، معروف به سعید آل محمد بود. چوب تراش یک جاسوس انگلیسی بود، وی با آموزش هایی که در سازمان های جاسوسی انگلیس به ویژه در MI6 دیده بود، توانست در نجف تا درجه اجتهاد هم پیش برود. یک همجنسگرای ایرانی الاصل با نفوذ در حوزه علمیه نجف تا سطح اجتهاد پیش رفت. آنجا سید و مجتهد شد، به ایران آمد و در امتحان ورودی خبرگان رهبری هم قبول شد. حتی در لیست انتخاباتی بعضی از جناح‌های سیاسی اصولگرا هم قرار گرفت. اما سال 1394 در دقیقه 90 شناسایی و دستگیر شد. کرسی استادی نفوذ در دنیا در دستان انگلیسی هاست. هر سرویس قوی و معروف اطلاعاتی در یک امر خاص مهارت بالایی دارد. به عنوان مثال سرویس موساد در بحث ترور قوی است و اهداف خود را به وسیله ترور حذف می کند. در لندن مجموعه ای از مراکز آموزشی تحقیقاتی و پژوهشی مختص پرورش عناصر اعتقادات شیعه و اسلامی وجود دارند. عنصری به نام آقای چوب تراش به آنجا می رود. 20 سال در حوزه علوم اسلامی آموزش می‌بیند و لباس روحانیت را هم بر تن می‌کند. چوب تراش از آنجا به نجف می‌رود و به خانه‌های مراجع و علما نفوذ پیدا می‌کند. حتی در آنجا درجه اجتهاد نیز می‌گیرد. چوب تراش سپس به ایران می‌آید و مشغول به تبلیغ می‌شود. در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری نامزد شد، اما سرانجام دستگیرش کردند. سید سعید جلیلی که در آزمون اجتهاد خبرگان شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت: من هدفم از شرکت در انتخابات مجلس خبرگان این است که اگر بتوانم نعلین مقام معظم رهبری را جفت کنم. وی در هنگام خروج از جلسه چمدانی را با خود به همراه داشت و همچنین برگه‌هایی را بین خبرنگاران توضیح کرد که شامل نامه سرگشاده وی به شورای نگهبان بود. سید سعید جلیلی همچنین برگه‌ای با تصویر خود را به این نامه ضمیمه کرده بود که روی آن نوشته شده بود: معرفی کوتاه حافظ دین و طائفه اسلام ناب محمدی، کاندیدای محترم دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران. خبرنگاران در خصوص این برگه از او سوال کردند که پاسخ داد: جدی نگیرید، هوادارانم چاپ کردند. مگردیچ در کتاب اسرار و عوامل سقوط ایران در شرح گزارش لورد ویول وزیر امور خارجه انگلستان در جلسه سری 11 اکتبر 1941 در سفارت انگلیس در تهران می نویسد: در ایران علاوه بر نیروها و سازمانهای سیاسی و اقتصادی، یک سازمان مؤثر و کاملا متنفذ دیگری هم هست که از تمام منابع دیگر قدرت در این کشور قوی تر و از لحاظ ما مورد اعتماد تر است و آن روحانیت شیعه است که از سالهای طولانی در ایران نقش بنیادی و کارساز داشته است و خوشبختانه ما در میان آنها دوستانی خوب و نزدیک داشته ایم و داریم. این نیرو می تواند در ایران کارآمد باشد و هر وقت لازم بشود حتی بر نیروهای دیگر از قبیل دربار و دولت و ارتش اثر بگذارد و با سلاح مذهب و جهاد هر مشکلی را حل کند. مهم آن است که توقعات آنها هم از ما زیاد نیست. هر وقت لازم باشد می توانیم آنها را وارد صحنه کنیم و هر وقت هم که منقضی باشد به آسانی ساکن و خانه نشین سازیم. در آن زمان انگلیسی ها به شدت در تلاش بودند تا 4 جاسوس خود را که در ایران گرفتار شده بودند را آزاد کنند. جاسوس اول همانطور که اشاره کردیم فردی به نام چوب تراش بود که تلاش کرده بود به مجلس خبرگان نفوذ کند. وی با آموزش هایی که در انگلیس دیده بود توانسته بود در نجف تا درجه اجتهاد هم پیش برود. نفر دوم نازنین زاغری که سرپل رسانه های انگلیس
انگلیسی در ایران بوده است. نفر سوم جاسوس نفتی انگلیس و فردی به نام فروغی است که اطلاعات کاملی را در حوزه نفت و گاز جمع‌آوری کرده بود. نفر چهارم همکار جناب ظریف و فردی به نام دوری اصفهانی است که در تمام طول مذاکرات هسته‌ای به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مشغول بوده است. پیرامون تلاش انگلیسی‌ها و کلاً غربی‌ها برای نجات عناصر جاسوسشان همانند جیسون رضاییان توسط آمریکا و حتی پرداخت مبالغ هنگفت، این سؤال مطرح می‌شود که برای نجات عناصر سوخته و غیر قابل استفاده چرا غربی‌ها باید این میزان تلاش کرده و از خود مایه بگذارند؟ تنها دلیل این کار که ارتباطی با جنبه‌های اخلاقی ندارد را باید در اهمیت به صیانت از شبکه نفوذ و پشتیبانی خود از جاسوس‌های دستگیر نشده‌ای داد که این اقدام می‌تواند موجب دلگرمی و ایجاد اطمینان نسبت به حمایت‌های مشابه و آتی غربی‌ها از آنان گردد. نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، ماجرای جاسوس همجنس باز انگلیسی که در قامت یک مجتهد برای ثبت نام در خبرگان آمده بود را چنین روایت می‌کند. مسیح ما بوده دیگه، یعنی افرادش اینقدر دقیق انتخاب شدن چون میخوان مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران رو مذاکره بکنن. دقیق ترین افراد انتخاب شدن، جاسوس ازش میاد بیرون، جاسوسی که پوند انگلیسی میگیره و کار میکنه دیگه، نفوذ تو بقیه سطوع یه چیز ممکنیه، بالاخره حضور دارن، دارن فعالیت میکنن، آدم میسازن، سعی میکنن تو مجلس هم نفوذ کنن، سعی میکنن توی دولت. من یه جا رو هدف قرار نمیدم. وقتی در قضیه خبرگان شما شاهد بودید، اخبارش رو شنیدید، وقتی در ثبت نام مجلس خبرگان آدمی میاد ثبت نام میکنه که جز گروه های همجنس باز انگلیس بوده، تصاویرش موجوده، میاد میره، ساخته میشه آدم، آقا میاد میره نجف تحصیلات میکنه، آقای مقدم میگه کیو میدونه کیو میگم، میره نجف تحصیلات میکنه، میاد قم تحصیلات میکنه، میاد برای خبرگان ثبت نام میکنه که کاندیدای خبرگان بشه، اونجا بازداشت میشه. وقتی در این سلو کار میشه، این سرویس های جاسوسی اخیراً محققان دانشگاه ناتینگهام اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید، به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. جمعیت فداییان اسلام تشکیلات اسلامگرای شیعه در ایران بود که در دهه 1320 خورشیدی به رهبری طلبه جوانی به نام سید مجتبی نواب صفوی با هدف برقراری حکومت اسلامی تشکیل شد. فداییان اسلام در سال 1324 احمد کسروی، تاریخدان و منشیش را با ضربات متعدد چاقو ترور کردند. سپس بازه زمانی بین سالهای 1328 تا 1332 دو نخست وزیر عبدالحسین حجیر و حاجعلی رزمارا را به قتل رساندند. آنان همچنین سوء قصدهای ناموفقی را به جان وزیر امور خارجه حسین فاطمی و حسین علا ترتیب دادند. نواب صفوی و تعداد دیگری از اعضای این گروه پس از اقدام به قتل ناموفق حسین علا دستگیر و به اعدام و حبس محکوم شدند. با دستگیری نواب صفوی و یارانش تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از اعدام آنها شد و حتی برخی علما از جمله روح الله خمینی نیز تلاش زیادی در این راه کردند. برخی از اعضای سابق این گروه پس از قتل حسن علی منصور، نخست وزیر دیگر کشور، نقش حمایتی ایفا نمودند. بسیاری از اطرافیان خمینی در انقلاب سال 1357 نیز در گذشته عضو فداییان اسلام بودند.
همچنین این اسناد نشان می‌دهد که آیت الله کاشانی حدود 3 سال پیش از کودتا در یکی از دیدارهای خود با مقامات سفارت آمریکا در تهران خواهان کمک مالی سری آمریکا شده بود. بنابر یک سند آرشیو ملی ایالات متحده، ابوالقاسم کاشانی در روز 18 ژوئن سال 1950 میلادی برابر با 28 خرداد 1329 طی دیداری با یک دیپلمات آمریکایی، جرالد دوهر، خواهان دریافت کمک سری آمریکا شده، کمکی که معتقد بود میتواند او را به قوی ترین نیرو در خاورمیانه در برابر گسترش نفوذ شوروی کمونیستی تبدیل کند. نکته دیگر این که احتمالاً ترور احمد کسروی نیز به فرمان MI6 توسط فدائیان اسلام انجام شده است.